بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، محسنان نهایت عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. میخواهیم انشاءالله در این جلسه در خدمت شما باشیم و درس پنجمین هفته از درس های سمستر را خدمت شما تقدیم کنیم. سعی میکنیم انشاءالله با استناد از احادیثی که قرار ترجمه بشه و تشریح بشه، در این درس سه موضوع مهم را با شما ارزیابی کنیم. مسئله اول، اهمیت مسواک، که مسواک چقدر در نظافت و در باب وضوء اهمیت داره و روش استفاده از آن که بهترین روش برای استفاده کدام روش است. موضوع دوم، مشروعیت مس بر موزه ها، که این هم یکی از مسائل مهم است در احادیث آمدنیه. و بحث سوم، بیان فواید مس بر موزه ها، که واضح ما وقتی این کار رو میکنیم میشه که فواید زیادی را و بهره های زیادی را از این کار خود بگیریم و سهولت و آسانی برای ما باشه. خب، حالا حدیث 18 هم را ترجمه میکنیم. عن حذیفة بن الیمان رضی الله تعالی عنه قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام من الليل یشو صفاه بالسواک. از حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنهما روایت است، گفت هرگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم از خواب بیدار می شدند، از خواب شب بیدار می شدند، دهان مبارکشان را با مسواک تمیز و پاک می کردند. در ارتباط به اینکه مسواک در لغت چه معنا داره و مسواک در اصطلاح چه معنا داره، اگر فراموش نکرده باشیم، در درس گذشته توضیحات لازم داده شد. در اینجا دو واژه را هم خواستیم توضیح بدیم. واژه اول واژه یشوسو می باشه که در اینجا آمده بود، از شوس گرفته شده به معنای مریدن دندان به عرض و پهنه‌ای. یعنی وقتی ما چیزی را بر دندان خود بکشیم، نه به صورت عمودی رو به پایین و بالا، بلکه به صورت عرض و به صورت پهنه‌ای. ایرا میگن کلمه شوس در برای ازی به کار میبرند و این مزاره است از این مستر گرفته شده. و در ترجمه ما گفتیم که وقتی از خواب شب بیدار میشدند، دهانشان را با مسواک تمیز میکردند و مسواک را بر دهان خود میمالیدند. و نکته سوم یا دوم یا واژه دوم که کمی توضیح داده شده، واژه فاهو می باشه که در اینجا آمده بود یشوس و فاهو. ای از فوه یا فوه گرفته شده به معنای دهان، که در ترجمه هم به او متوجه شدیم. پیام های ای حدیث، دو پیام ما برای ای حدیث یادداشت کردیم که خدمت شما تقدیم می کنیم. یک، این حدیث دلیل است بر این که مسواک زدن بعد از بیدار شدن از خواب مهمتر است و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با آن توجه بیشتر داشتند، زیرا خواب سبب تغییر بوی دهان می شود و مسواک دهان را پاک، خوشبو و تمیز می سازد. یعنی بیشتر باید ما توجه داشته باشیم هر زمانی که ضرورت بیشتره و تغییری در دندانهای ما آمده، فوراً از مسواک استفاده کنیم و دهان خود را تمیز بکنیم. و پیام دوم، می شود از این حدیث استدلال کرد بر این که هرگاه بوی بدی در دهان پیدا شد و ظاهر شد، مسواک زدن سنت است. و اگر به یاد داشته باشیم، در جلسه گذشته و هفته گذشته و درس قبلی هم خدمت شما عرض کردیم که عموماً علمای بزرگوار باور دارند که هرگاه نیاز بود به مسواک زدن، این امر مستحب و پسندیده و خوبه که ما از مسواک استفاده کنیم. زمانی که دندانها زرد میشه، زمانی که از خواب بیدار میشیم، زمانی که غذا میخوریم
و زمانی که برای نماز استاد میشیم و از این قبیل موارد دیگر. و پیام سوم این حدیث، این حدیث بیانگر توجه دین اسلام به نظافت است که مسواک زدن به دندانها هم یکی از موارد توجه دین مقدس اسلام به نظافت محسوب میشه. خب حدیث بعدی، حدیث 19 هم که کمی متن حدیث طولانیه و انشاءالله سعی میکنیم این متن را ترجمه کنیم و بعدا باز به طرف واژه ها و به طرف پیام های حدیث بریم. عن عایشة رضی الله تعالی عنها قالت دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر الصدیق رضی الله عنهما على النبی صلی الله علیه و سلم. عایشه رضی الله عنها گفت عبد الرحمن ابن ابی بکر الصدیق نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد. همه می دانیم که عایشه هم دختر ابو بکر صدیق، پس عبد الرحمن ابن ابی بکر برادر عایشه رضی الله عنها می باشه و آمده. عایشه رضی الله عنها میگه و انا مسندته الى صدری و ما عبد الرحمن سواکن رتب یستن بهی و من پیامبر صلی الله علیه و سلم را بر روی سینه خود تکیه داده بودم. امروز روزهای مریضی بود و تقریبا آخرین لحظات عمر گرامی ایشان بود. فعبده رسول الله صلی الله علیه و سلم بصره. باز کلمه عبده بعدا توضیح داده میشه. میگه عایشه رضی الله عنها میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم چشمانشان را با آن دوختند و به او خیره شدند، یعنی خیلی متوجه همان مسواکی بودند که در دست عبدالرحمن ابن ابوبکر بود. فاخذت السواک فقدمته و طیبته. عایشه رضی الله عنها می فرماید چوب مسواک را از عبدالرحمن گرفتم و آن را با دندانم جویدم، یا با دندانهای خود جویدم تا نرم شود، سپس با آب او را تمیز و پاکیزه کردم، سپس آن را به پیامبر صلی الله علیه و سلم دادم. ثم دفعته الى النبی صلی الله علیه و سلم فاستن نبی. پیامبر صلی الله علیه و سلم با آن مسواک زدند، یعنی از امو مسواک استفاده کردند. فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا احسن من. و هیچ وقت پیامبر صلی الله علیه وسلم را ندیده بودم که از این زیباتر مسواک بزنند، یعنی خیلی با علاقمندی، خیلی راحت و با توجه بسیار مقبول و زیبا مسواک زدند. فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه او قالت اصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى ثلاثا ثم قضي عليه. هنوز چیزی از مسواک زدن ایشان نگذشته بود. فما عدا ان فرغ رسول الله صلی الله علیه و سلم، که دستانشان را و یا انگشتانشان را، انگشتشان را یا دست مبارک را بالا کردند و یا انگشتشان را بالا بردند و سه بار فرمودن فر رفیق الاعلا، جمع پیامبران را میخواهم که در بهترین جای بهش سکونت دارند. یعنی باز هم آخرت بر دنیا ترجیح دادند و رفتن را اختیار کردند. و کانت تقولو مات بین حاقنتی و ذاقنتی. و عایشه رضی الله تعالی عنها میگفت و میفرمود، و عایشه رضی الله عنها میفرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم در حال رحلت کردند که سر مبارکشان بر روی سینه من بود. تا اینجا ای یک روایت بخاری و مسلمه، ولی باز در روایت دیگر آمده و فی لفظ فرأیته ینظر الی و عرفت انه یحب السواک فقلت آخذه لک فأشار براسه ان نعم. یکو بود یک روایت. روایت دیگر که کمی الفاظی و تفاوت داره، اینجا عایشه رضی الله عنها بیان میکنه و بنابر روایت دیگری از عایشه رضی الله عنها نقل شده،
آمده که فرمود پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدم که به مسواک نگاه میکنن، یعنی مسواک که به دست عبدالرحمن ابن ابی بکر بود، فهمیدم ایشان مسواک را دوست دارند. و عرفت انه یحب السواک فقلت آخذه لک، به ایشان گفتم مسواک را برای شما بگیرم. فاشار براسی ان نعم، با سرشان اشاره فرمودند که بله، یعنی مسواک را میخواهم. و ادامه هم آمده که باز مسواک را گرفتم و او را با دندانهای خود نرم کردم، بعدا با آب شستم و تمیز کردم و خدمت پیامبر علیه السلام تقدیم کردم. حالا میریم واژه های این حدیث را توضیح میدم. یک، یستنو در روایت آمده بود. این لفظ یستنو از استنان گرفته شده به معنای مریدن مسواک بر دندان. و واژه دوم، فعبده، گفتم توضیح میدم به تخفیف با، یعنی با تشدید نداره، شد نداره، و تشدید دال شد داره، از ابداد گرفته شده، ابدد یبدد و ابدادن که میشه ابد یبد و ابدادن، ابدهو بعد از اینکه ادغام شده، ابد یبد و ابدادن گرفته شده، و مراد از آن دیدن طولانی به سوی چیزی و خیره شدن به آن است. وقت انسان به طرف یک چیزی خیلی طولانی نظر میکنه و به او خیره میشه، در اونجا کلمه ابداد به کار میره. و در اینجا واژه سوم آمده، بین حاقنتی و ذاقنتی، مراد از حاقنه در لغت و در اصل فاصله میان چنبره گردن و شانه است. چنبره گردن متوجه هستیم اینجا یک استخوان برجسته هست که گویا از هر طرف از این شانه راست شروع میشه و باز به شانه چپ ختم میشه و به قسمت و حساب گلو باز یک کمک گودی داره پایین آمده. مراد از حاقنه فاصله میان چنبره گردن و شانه است، و مراد از زاقنه طرف بلند گلو هست، طرف بلند، طرف بالا. لذا هدف از این دو لفظ همان سینه می باشد. یاد شما باشه ما در ترجمه گفتیم در حالی که کلمه حاقنه و زاقنه با کار رفته بود اینجا، عایشه رضی الله عنها فرمود مات بین حاقنتی و زاقنتی، ولی ما در ترجمه گفتیم در حال رحلت کردن که سر مبارکشان بر روی سینه من بود. ما ای را به سینه ترجمه کردیم چون هدف همی گپ است. و واژه چهارم، قزمته، فقزمته از قضم، قاف داد میم گرفته شده، یعنی جویدن با دندان تا نرم شود. ای که میگم او مسواک گرفتم، یعنی بعد از او با دندانهای خود او را نرم کردم و باز با آب تمیز کردم و خدمت پیامبر علیه السلام تقدیم کردم. پیام‌های حدیث 19 هم، یک، مشروعیت و سنت بودن استفاده از مسواک. مشروعیت او دانسته میشه و نهایت علاقه رسول گرامی اسلام به مسواک حتی در آخرین لحظات زندگی. و شماره 2، خوب است مسواک قبل از این که استفاده می شود نرم گردد و آماده شود تا به دندانها ضرر نرساند. به می خاطر عایشه رضی الله عنها میگه اول ما او را نرم و ملایم کردم. و پیام سوم حدیث، می توانیم با آنچه از اشاره و دلالت کلام فهمیده می شود عمل نماییم. لزومی نداره که هر موضوع صراحتا با ما گفته بشه، چنانچه عایشه رضی الله عنها، ببینیم عایشه رضی الله عنها از دیدن پیامبر صلی الله علیه و سلم دانست که مسواک را میخواهند و مسواک را برایشان گرفت. گاهی میشه که شما از دید یک نفر، از طرز نگاه یک نفر میتوانیم مطلب را بگیریم و بفهمیم. و آخرین پیام یا پیام چهارم این حدیث، کلمه رفیق اعلی در حدیث آمده بود که پیامبر علیه السلام فرمودند که مامو رفیق و دوست برتر را طلب میکنم. مراد از رفیق اعلی در این حدیث گروهی می باشند که در آیه 69 سوره مبارکه نساء معرفی شده اند. در او آیه آمده الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا، کسانی که الله برایشان نعمت داده است، یعنی پیامبران، صدیقان، شهیدان و نیکوکاران، و آنان
همراهان خوبی هستند. البته یک نظر دیگر هم اینه که مراد از رفیق اعلی در حدیث خود الله متعال می باشه. به هر صورت دو نظر وجود داره و نظر دوم مشهورتر است. حدیث 20. عن ابی موسی الاشعری رضی الله تعالی عن قال اتیت النبی صلی الله علیه و سلم و هو یستاک بسواک رطب قال و طرف السواک على لسانه و هو یقول او و السواک فی فی کأنه یتهوع. متفق علیه. از ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است گفت نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدم، ایشان را در حال یافتم که با چوب تازه مسواک می زدند و یک طرف مسواک بر روی زبانشان بود و صدای او از خود خارج می کردند، مثل این که می خواهند استفراغ کنند. حالا میریم طرف واژه ها. امید دو واژه که کمی نیاز به توضیح داشت اینجا یادداشت شده. یک رطبن، کلمه رطبن خواندمش، یعنی رر زبر میدیم و تار ساکن میخوانیم. در اینجا کلمه رطب در مقابل یابس یعنی خشک به کار رفته است، پس رطب میشه به معنای تازه. چون ما کلمه رطب هم داریم، رطب که ره زمه داره و تازه برداره، اونجا به معنای خرمای تازه است، ولی اینجا به معنای چوبه که تازه بود. و واژه دوم او به زم همزه و سکون عین که این لفظ تکرار شده، صدای خاصی است که چون انسان دلبد می شود و می خواهد استفراغ کند از وی شنیده می شه. در وقتی که یک کس دلبد هست و می خواهد استفراغ کنه، می صدای خاص از او شنیده می شه. اینجا عایشه رضی الله ابو موسی اشعری رضی الله عنه اشاره به همین موضوع کرده که پیامبر علیه السلام چون بر روی دندانها و بر روی زبان خود و بالاتر به قسمت کام امو مسواک داخل میکردن، پس همینطور یک صدای خاص مثل ای که انسان بخواه استفراغ بکنه از اونها شنیده میشد. خب این حدیث چی پیام های داره؟ باید ما به این چهار تا پیام مهم این حدیث توجه بکنیم. یک، مسواک زدن از عبادات است، زیرا پیامبر علیه السلام با آن توجه داشته و امت را با آن توصیه می کردن که ما و شما حتی خواندیم گفتن که اگر بر امت خود دشواری نمی آوردم اونها را امر می کردم که هنگام هر نماز، یعنی با عنوان یک واجب دینی، مسواک بزنند. موضوع دو یا پیام دوم، مسواک زدن با چوب تازه و خشک جایز است، ولی با چوب تازه بهتر است. هرگز منظور حدیث این نیه که چون پیامبر علیه السلام با چوب تازه مسواک می زدن، پس با چوب خشک کسی مسواک زده نتوانه، بلکه اشاره به این شده که از هر دو گزینه می توانیم ما استفاده کنیم، ولی مسواک زدن به چوب تازه که نرمتر، ملایمتر و خوشبوتر است بهتر می باشه نسبت به چوب خشک. گرچه از چوب خشک هم بعد از اینکه او را نرم کردیم میشه استفاده بکنیم. البته یکی از کدام چوب ها استفاده بکنیم، از روایات دانسته میشه که شجره العراق یا به اصطلاح چوب چوج که در فارسی به او گفته میشه بهترین چوب هست برای مسواک. و شجره العراق اگر خواسته باشیم امو اسپل از ایر یا عبارت از ایر را بفهمیم، میشه ایت ایر را بگیریم شجره تل عراق. این رقمی نوشته میشه و این معمولا ترجمه میشه به چوب عراق، میگن بزرگ چوب چوج که در فارسی یک چوب خاصه ترجمه میتور میشه. البته از با چوب انار و بعضی چوبهای دیگر هم میشه که انسان مسواک بزنه. خب پیام سه ای حدیث، سنت است هنگام مسواک زدن در تمیز کردن دندانها مبالغه نماییم. و چنانچه میبینیم پیامبر علیه السلام خوب اساسی مسواک میزدند. و پیام چهارم، گاهی مالیدن مسواک بر زبان جهت پاک کردن آن پسندیده است. حالا میبینیم دکتر صاحبا هم توصیه میکنن که قسمت زبان، قسمت بیره ها، چی از داخل چی از بیرون، اینها که مسواک زده بشه یا به حساب ماساژ داده بشه برای تقویت
دندان ها بسیار مفیده و دندان ها را از پوسیده شدن و از روبرو شدن با مشکلات و عوارض دیگر محافظت میکنه. و میریم طرف بحث دیگر، باب المسح علی الخفین. دو حدیث در این باب داریم، تشویش زیاد نکنیم، بحث طولانی نمیشه. و ما اول یک مقدمه در ارتباط به مسح بر موزه ها داریم و بعدا میریم انشاءالله دو حدیث را خدمت شما تقدیم میکنیم. اینجا ما نوشتیم که مصنف کتاب در این باب دلائل مشروعیت مسح بر موزه ها را بیان میکند. هدف از مصنف کتاب واضحه که علامه شیخ عبدالغنی میباشد، صاحب عمدت الاحکام که شرح از او هم تیسیر العلامه، دلائل مشروعیت مسح بر موزه ها را میخواه بیان بکنه، زیرا مسح بر موزه ها در عوض شستن استفاده می شود، لذا طهارت است که به اجماع اهل سنت و جماعت مشروعیت دارد. از امام ابو حنیفه رحمه الله نقل شده است که فرمودند: ما قلت بالمسح على الخفین حتی جاءنی مثل ضوء النهار. از اونا نقل شده که گفتند ما به مسح بر موزه ها اعتراف نکردم، یعنی او را قبول نکردم، مگر زمانی که دلائل مسح بر موزه ها همچون روشنایی روز برایم آشکار شد. بنابراین احادیث مسح بر موزه ها به تواتر رسیده و در میان سلف صالح این گفته مشهور بود، یعنی حتی این شعار اهل سنت و جماعت شده بود، خیلی شهرت پیدا کرده بود. این گفته در میان سلف صالح مشهور بود که می گفتن نفضل الشیخین و نحب الختنین و نرى المسح على الخفین. شیخین را برتر می دانیم، منظور ابوبکر و عمر است، دو داماد پیامبر علیه السلام یعنی عثمان و علی را دوست می داریم و معتقدیم به مشروعیت مسح بر موزه ها. بنابراین اینجا ما نوشتیم باید دانست که برای صحت مسح لازم است موزه بپوشیم، یعنی از موزه استفاده کنیم. برای صحت مس لازم است که موزه بپوشیم، یعنی آنچه پای خود را با آن میپوشیم از پوست و یا چیز دیگر شبیه آن باشد و شتالنگ ها، قوزک ها یا بجلک های بند پاها را بپوشد، ایرا میگن موزه. و اگر جراب باشد، اگر بخواهیم از جراب استفاده کنیم چی باید بکنیم؟ ولی علما می فرماین اگر جراب باشد لازمه یا به کلی روی آن چرم کشیده شده باشد که برای از او میگیم به اصطلاح کفک داره یا پسک داره، و یا کفی داشته باشد، حداقل قسمت کف او از زیر یک پوست یعنی با او یا چرم با او دوخته شده باشد. البته از نظر جمهور و اکثریت علما به شمول امام ابو یوسف و امام محمد، جراب هرگاه جراب سه خصوصیت داشته باشد می توانیم بر آن مسح کنیم، گرچه ظاهرا به بغل او یا به روی او یا به کف او چرم هم کشیده نشده باشد. یک، شفاف باشد، یعنی آب را جذب نکند، وقتی ما به روی آب می رزیم آب منتقل نشه و به داخل نره، به اندازه زخیم و پرحجم بافته شده باشد. دو، بر ساق خود بدون بستن استاده شود که ما او را نبندیم، مثل موزه که سر پای خود استاد میشه او را هم استاد کنیم، همینطور استاد بشه. و خصوصیت سوم او ای باشه که با استفاده از آن به اندازه یک میل و یا دو میل راه رفتن ممکن باشه. در او صورت ما میتوانیم که بر موزه هم، یعنی بر جراب تنها هم مسح بکنیم. خب ای بود مقدمه در مورد مسح بر موزه. حالا میریم طرف حدیث 21 که اولین حدیث در باب المسح علی الخفین. عن المغیرة ابن شعبه قال كنت مع النبی صلی الله علیه وسلم فی سفر فاهویت لانزع خفی فقال دعهما فانی ادخلتهما طاهرتین فمسح علیهما. مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه می فرماید در سفر همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم بودم، هنگام وضو دست دراز کردم تا موزه هایشان را بیرون کنم، یعنی از پاها بیرون بکشم. ایشان به من گفتند آنها را رها کن، به حال آنها بگذار موزه ها را، زیرا وقتی که موزه ها را پوشیده ام
پاهایم بر طهارت بوده است. فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، آنگاه بر روی موزه هایشان مسح کردند. یعنی بعد از او بر روی موزه های پا، موزه هایی که با پای مبارک بود، مسح هم کردند. خب ما اینجا دو تا واژه را شرح دادیم. یکی فأهویتو از احوا گرفته شده، یعنی از باب افعال به معنای دراز کردن دست به سوی چیزی. مقصود این است که من دست خود را دراز کردم تا موزه ها را برای شستن پاها از پاهایشان بیرون بکشم. و واژه دوم خفیهی که در اینجا آمده بود تثنیه خف است و خف به معنای موزه که قبلا موزه را معرفی کردیم. حالا میریم پیام های این حدیث را میبینیم. پیام یک، از این حدیث دانسته میشود که مس بر موزه ها مشروعیت دارد و مس برای یک بار است که انگشت های دست ها بر روی موزه ها کشیده می شود. یعنی میشه که با سه انگشت ما مس بکنیم به این ترتیب که از قسمت انگشت های پاها، یعنی از جلو و پاها شروع کنیم، بعد از اینکه دست در با آب تر کردیم، یعنی انگشت های ما تره، همینطور با سه انگشت بکشیم انگشت ها را رو به بالا تا قسمت ساق و بالاتر از بجولک ها. پیام دو، در این حدیث به یکی از شرایط صحت مس اشاره شده است و آن این که باید پاها را شسته داخل موزه ها نماییم. یعنی نمیشه که ما پاها را داخل موزه ها کنیم در حالی که نشسته باشیم. اول لازمه که پاها را بشوریم داخل موزه ها کنیم، ولی اگر دیگه اعضای وضو را بعدن هم بشوریم، باز هم وضوی ما و مس ما بعدن صحیح میشه. و پیام سوم حدیث اینه که خدمت علما و دانشمندان و بزرگان مستحبه، که اینجا مغیره ابن شعبه میگه من خواستم در خدمت پیامبر علیه السلام قرار بگیرم. و پیام چهارم، از بعضی روایات دانسته میشود که این حدیث متعلق به غزوه تبوک است، یعنی که وقتی پیامبر علیه السلام سال نهم به غزوه تبوک میرفتن در میان راه نمی موضوع پیش آمد. و پیام پنجم، باید دانست که تنها اهل تشیع مشروعیت مس بر موزه ها را انکار نموده اند و معتقدند که وظیفه پاها مس هست نشستن، ولی اهل سنت حتی مالکی ها متفقند بر مشروعیت مس بر موزه ها و از نظر آنان در صورت نبودن موزه شستن پاها لازمه و نمیشه که ما بر پاهای تنها مسح بکنیم. خب میریم طرف حدیث بعدی که دو تا پیام کوتاه هم داره و انشاءالله درس ما پایان میابه. عن حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه قال کنت مع النبی صلی الله علیه و سلم فی سفر فبال فتوضع و مسح علی خفی. حذیفه ابن یمان رضی الله عنه می فرماید در سفر همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم بودم، پس از این که رفع ضرورت کردند وضو گرفتند و بر موزه هایشان مسح کردند. پیام های حدیث، دو تا پیام برای این حدیث ما یادداشت کردیم، چون اصلا پیام های اساسی در ادامه حدیث قبلی یادداشت شده بود و خدمت شما ذکر شد. مسح بر موزه ها در هنگام سفر مشروعیت دارد، چون اینجا بحث سفر مطرح شده. البته مدت آن از نظر جمهور، یعنی امام ابو حنیفه، امام شافعی و امام احمد ابن حنبل، مدت مس برای مسافر 3 شبانه روز و برای مقیم 1 شبانه روز است. یعنی از وقتی که موزه ها را داخل پاها را داخل موزه ها کرده و وضو را تکمیل کرده و بعدن که باز بی وضو شده، از امو لحظه حساب میکنه. اگر مسافر بود تا 3 شبانه روز مس میکنه و اگر مقیم بود تا 1 شبانه روز. البته باز طوری که در پیام دوم ما هم می آیه، این در صورتیه که هیچ چیز شکننده مس پیدا نشه. مثلا اگر در جریان همین یک شبانه روز، پیش از اینکه یک شبانه روز تکمیل بشه، و یا اگر مسافر بود پیش از اینکه 3 شبانه روز کامل بشه، اگر خود از اون موزه ها را از پای خود بیرون کرد و یا ای که در واقع جنوب شد، در اون صورت نمیتونه ادامه بده و مس بکنه. امام مالک رحمه الله میگویند هیچ محدودیت زمانی برای مس بر موزه ها نیست. اونا میگن که چه مقیم باشه شخص
یا مسافر باشه، همی که مسحر شروع کرد ادامه بده نیاز نیه و باطل نمیشه وقت مسح از او، اصلا وقتی محدودیت زمانی یک شبانه روز یا سه شبانه روز را نداره، که دلایل هر دو گروه یا جمهور و امام مالک در دیگر کتب حدیث و شروع حدیث با تفصیل ذکر شده. ما خواستیم اینجا فقط اصل موضوع را خدمت شما یادآوری کنیم. و پیام دوم حدیث اینه که مس بر موزه ها هنگام وضو کردن و هنگام وضو کردن است، نه هنگام غسل جنابت. یعنی اگر کسی جنوب میشه که قبلا موزه پوشیده، او چاره ای نداره مگر ای که پاهای خود را بشوره و باید که موزه ها را از پایش بیرون بکشه، زیرا اگر جنوب بود باید موزه ها را بیرون کشیده و غسل نماید و تمام بدن خود را بشویه. این بود درس امروزی ما و شما، یا پنجمین جلسه درس سمستری ما و شما که از طریق آنلاین خدمت شما تقدیم شد. امیدواریم این مسائل و مباحث را گرفته باشیم و پیش خود حفظ کنیم و همچنین چپتر هم آماده بسازیم و ما در خدمت شما انشاءالله قرار دارم. و امیدواریم که الله متعال ماه مبارک رمضان را هم برای ما و شما با خیر و با برکت بگردانه و از این فرصت ها بهترین استفاده را ببریم تا اینکه به خیر باز دوباره به صنف های حضوری خود برگردیم و انشاءالله در اونجا باز بتوانیم از درس ها مخصوصا درس های حدیث استفاده بهتر ببریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.